رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. ای چون تو ندیده جم، آخر چه جمال است این؟ وی چون تو به عالم کم، آخر چه کمال است این؟ تو با من و من پویان، هر جای تو را جویان، ای شمع نکورویان، آخر چه وصال است این؟ ای از پی داغ ما، آرایش باغ ما، ای چشم و چراغ ما، آخر چه مثال است این؟ پرسی چون منی دلبر، بینی تو به عالم در؟ ای ماه نکو منظر، آخر چه سؤال است این؟ سلام، به چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های هزار سال غزل فارسی خوش آمدید. چهار بیت پرشور و خوشاهنگی که شنیدید از یک غزل سنایی غزنوی، شاعر نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری است که مولانا جلال الدین رومی یا مولوی، شمس آسمان غزل عرفانی فارسی، درباره او گفته است: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که سنایی آغاز کننده غزل عاشقان عارفانه است. این اولین مرحله از سیر تحول غزل از عاشقانه به عارفانه بود و در این حال تحولی که ظاهراً در شخص سنایی، در منش او و در جهانبینی او پیدا شده بود و درباره اون حکایت مشهوری هست به این مضمون: وقتی که سلطان ابو اسحاق ابراهیم غزنوی اراده غزو هند داشت، سنایی او را مدحی گفته و اراده داشت که به حضور سلطان رسیده قصیده خود را در حضور سلطان بخواند. هنگام سحری قصد حمام کرد. چون به گلخن حمام گزارش افتاد، دید که مرد گلخنی با مجذوب مشهور به دیوانه لایخار نشسته و سبوعی که در آن قدری درد و لای شراب بود با ظرفی سفالین در برابر نهاده. در آن حال لایخار به گلخنی که ساقی او بود گفت: قدحی بیار کوری چشم سلطان غزنوی، که هنوز کار اسلام و مسلمانان نساخته و به نظام نیاورده به هند رود تا مهم کفار بسازد. بعد از آن قدحی دیگر خواست و گفت: بده به کوری چشم سنایی یک شاعر، که نداند خدا او را برای چه آفریده و او پیوسته روزگار خیش به ستایشگری صرف کرده و به خوش آمد دیگران می گذراند. گزافی چند در کاغذ نوشته که به هیچ کار وی نمی آید. اگر در آن سرای از او بپرسند که برای این روز چه اندوخته یا با خود چه آورده ای که درگاه فرد یگانه را سزد، قصیده و مدح پادشاهان را عرض خواهد داشت. این سخن که سنایی را در واقع تنبیهی بود، چنان مؤثر افتاد که بیدرنگ آن عزیمت از سر بنهاد و به خانه بازگشت. از شراب غفلت هوشیار شد و در به روی خلق بست و عزلت و انزوا اختیار کرده، راه فقر و شیوه سلوک پیش گرفت تا به مرتبه بلند رسید. و مدرس رضوی که دیوان سنایی را تصحیح کرده و بر آن مقدمه نوشته است، میگوید که سنایی در آغاز شاعری مانند شعرای دوره خیش مد سرا بود و پادشاه و وزرا و صدور و قضات غزنه را ستوده و از اونها درخواست صلت و جایزه می کرده است. و شاید این تندادن به ذلت طلب از جهت فقر و بیچیزی بوده است، که در بعضی از قصائد از ممدوح درخواست لباس می کند و از نداشتن شلوار شکایت می کند. لیکن در همون قصائد اشعار چندی است که دلیل بر مناعت تعب و علو همت شاعر می باشد. این تحول ناگهانی روحی و معنوی در سنایی، هرچند هم که در پی تأثیر طعنه دیوانه لایخار واقعیت داشته باشد، باید گفت که دیگرگونی در احوال جامعه و در ماهیت نظام اجتماعی است که میتواند عامل اصلی و مؤثر در تحول منش و جهانبینی افراد بشود. دکتر ماشاءالله آجودانی، استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر، مورخ و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن، در این باره میگوید:
به اعتقاد من صنایع رو نگاه بکنیم، صنایع هم شکل قصاید فارسی رو دگرگون میکنه به لحاظ محتوایی، هم غزل فارسی رو شکل تازه‌ای میده، مفاهیم تازه‌ای میده. بنابراین ما از دوره مثلا صنایع به طور آشکار و کمی جلوتر از صنایع به طور نیمه آشکار وارد فضای تاریخی میشیم که شعر فارسی به دنیاهای تازه تری برای اندیشیدن دست پیدا میکنه. یعنی شاعران دیگر در محدوده ساده زندگی و طبیعت به مسائل نگاه نمیکنن، بلکه عمیقتر میشن، دنیای درونی خودشون رو میخوان چیکار کنن، بازتاب بدن. و اینجاست که ما وارد یک فضای فرهنگی و تاریخی میشیم که انگار انسان ایرانی شروع میکنه اندیشیدن یا عارفان اندیشیدن یا فلسفی نگاه کردن به جهان. این نگاه عمیق رو ما در ساختار شعر فارسی در اون دورهای پیشتر نداریم. بنابراین وقتی نوع نگاه ما عوض میشه، طبیعیه که قالب‌های جدیدی هم برای این کار به کار گرفته میشه. بنابراین دگرگونی در دوره صنایع یک ضرورت تاریخی بوده است و تنها نمیتواند به هوشیار شدن او از شراب غفلت فردی مربوط باشد، چون بنابر داستان دیگری چگونه میشود که در پی این هوشیاری صنایع پیشگام مولوی و سازنده مثنوی عرفانی حدیقت الحقیقه هنگامی که در بروی خلق میبندد عاشق یک پسر قصاب بشود، با این روایت در کتاب مجالس العشاق تألیف کمالالدین حسین گازرگاهی که حکیم صنایع غزنوی در ابتدای حال که انزوا و گوشه‌گیری اختیار کرد و از آمیزش با مردم خودداری نمود شیفته پسری قصاب شد و در آن وقت از وی حالات غریب ظاهر گردید، هرچند که خود صنایع دو ربایی درباره پسر قصاب دارد و در یکی از آنها میگوید: چون از در من درایی ای دل برکش، پیراهن چرب را تو از تن درکش، ترسم که چو گیرمت به شادی درکش، در پیرهن چرب تو افتد آتش. از همین دیدگاه دکتر آجودانی است که دکتر اسماعیل خویی، شاعر و استاد فلسفه، وقتی اشاره به پیدایش عرفان در ایران اسلامی می کند و زمینه اون را همامیزی اسلام با اندیشه های مهرآیینی و اندیشه های یونانی می داند، می گوید: عرفان در حقیقت جان آدمیزاد رو از هر آنچه این جهانی است، بلکه از هر آنچه آن جهانی نیست هست، آزاد میکنه. آزادگی، بی‌نیازی درونی و بی‌اعتنا بودن به هرچه هست و حتی نیست، این گونه میشود که زمینه دگرگونی در شعر فارسی پدید میاد، به این ترتیب که شاعران با خود اندیشیدند که آقا مگر نه این است که ما بیشترین امکان و توان زبانی تخیلی اندیشگی خود را در آغازه های قصیده هاست که به کار میبندیم. یعنی در اونجاست که ما شاعریم، در آغازه های قصیده هاست که ما شاعریم واقعا، که یا در توصیف طبیعت یا در ستایش عشق زیباترین سخنان رو میگوییم و بعد گریز میزنیم به مدح این یا آن امیر. خب حالا که این یا آن امیر دیگه برای ما مطرح نیست، برای چی اصلا ادامهش بدیم؟ همین تیکه اول قصیده رو بکنیمش، بقیهش رو بل کنیم، کنار بذاریم و این پاسخگوی ماست. در دنباله سخن دکتر اسماعیل خویی، چنان که دکتر آجدانی توضیح میدهد، میتوانیم بگوییم که البته بعد از صنایع و مولوی و حتی بعد از سعدی و حافظ هم باز شاعرانی بودند که قصائد مدحیه میگفتند، اما مسائل شاعران عارف یا عارفان شاعر با مسائل آنها فرق می‌کرد. رشد تفکر عرفانی در درون جامعه اسلامی به اعتقاد من خودش یک وضعیت اجتماعی رو برای ما تبیین می‌کنه. و اینی که رشد این تفکر از اون جهت بود که می‌خواست خشونت تفکر اسلامی رو که بیشتر مبنای فرهنگ عربی داشت و با جامعه ایرانی همخوانی نداشت، ازش چیکار کنه؟ بگیری یا کمتر بکنه. در نتیجه ما وارد یک دوره تاریخی میشیم که شاعرانی پیدا میشن که اینها اصلا نزدیکی به سلاطین و دربار رو خوب نمیدونن، زشت میدونن و در حقیقت میخوان اون آزادگی درون خودشونو داشته باشن و مسائل خودشونو به شعر منتقل بکنن و همین ها هستن که در حقیقت یک فضای تازه‌ای رو در شعر فارسی ایجاد میکنن. و خب طبیعیه که این فضا وقتی ایجاد میشه ضرورت اجتماعی هم کنارش، یعنی نشون میده که ما وارد یک دورانی میشیم به لحاظ تاریخی که ملوک و طوایفه
و دیگه حکومت‌های قدرتمند اونچنانی هم وجود نداره. بنابراین شعر دیگه به اون معنا درباری نمیتونه باشه و خب این در نتیجه نقش داره در گسترش دادن به غزل به عنوان یک ساختار جدیدی که بتونه عواطف درونی انسان رو چکار کنه، بیان بکنه و از قصیده فاصله بگیره، برای اینکه کارکرد قصیده اصلا چیز دیگری بود. بعضی از صاحب نظران غربی که با غزل عاشقان عارفانه فارسی و اردو آشنایی دارند، آن را با شعر عرفانی یا تغزل عرفانی در غرب مقایسه می کنند و بین آنها شباهت‌هایی را نشان می دهند. مثلا آنچه رالف راسل، استاد زبان و ادبیات اردو در دانشگاه لندن، در کتاب گزیده‌های از ادبیات اردو درباره عشق عارفانه در غزل اردو گفته است، تا حد زیادی در مورد غزل فارسی هم صدق می کند، چون غزل اردو با وجود ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی خود فرزند غزل فارسی است و نفوذ فکری و هنری پدر در این فرزند واقعاً وسیع و بنیادی بوده است و اولین غزل سرایان اردو زبان در شاگردی غزل سرایان ایرانی این هنر را آموختند و از دیدگاه آنها عشق را در فضای عرفان دریافت و توصیف کردند. رالف راسل می‌گوید برای غزل سرایان مثل بسیاری از شاعران اروپا در قرون وسطا عشق مفهومی دوگانه دارد، یکی عشق دو انسان نسبت به یکدیگر و دیگری عشق انسان وارسته مذهبی نسبت به خدا. شاعران غزل سرا معتقدند که عشق واقعی انسان به خدا به اندازه عشق دو انسان به همدیگر نیرومند و فراگیر است و از این معنی به چنان نتایجی میرسند که مذهبی های بنیادگرا را سخت علیه آنها برمی انگیزد و خدا آنها را نسبت به ارزش های انسانگرایانه عمیقاً متعهد می‌کند. در این روزها که بنیادگرایی اسلامی بار دیگر رواج گرفته است، نمی‌توان قاطعانه ابراز کرد که یک نوع اسلام دیگر که با بنیادگرایی تضاد دارد، قرن‌ها برقرار بوده و نفوذ بسیار زیادی داشته است. این نوع نگرش عرفانی در غزل اردو نمودی فراگیر دارد و در شعر فارسی قرن‌ها پیش از غزل اردو به همین اندازه نمایان بوده است. مبنای آن عشق پرشور نسبت به خداست و در آیین مسیحی هم نظایری دارد. مثلا ژان دو جوانویل در کتاب زندگی سن لوی از یک مبلغ مسیحی حکایت می کند که در دمشق پیرزنی را می بیند با ظرفی پر از آتش زغال در یک دست و قمقمه‌ای پر از آب در دست دیگر و وقتی که از او سوال می شود این آتش و آب برای چیست؟ در پاسخ می گوید که آتش برای آن است که بهشت را بسوزاند و خاکستر کند و آب برای آنکه آتش دوزخ را خاموش کند تا مردم دیگر نه با امید بهشت و نه هراس دوزخ بلکه تنها برای عشق خدا زندگی کنند. این احساس و نگرش در همه شاعران غزل سرا وجود دارد. البته این حکایت به رابعه ادبی نسبت داده شده است که یکی از عارفان مشهور بوده است و شعرهای عرفانی دارد با اشارات حیرت انگیز و شرح حال او در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده است.
و سخن عارفانه او در فرهنگ عامیانه فارسی با این مصرع بیان می شود: نه خوف از جهنم، نه شوق بهشت. انعکاس اندیشه های عرفانی در پرتو عشق به خدا در غزل یک موضوع است و گسترش اخلاق عرفانی در میان مردم عادی در دوره های معینی از تاریخ موضوع دیگری است. آیا دریافت عرفانی از خدا و رابطه انسان با خدا نوعی آزاداندیشی نیست که می تواند به جای آن که در قید مذهب بماند در برابر آن بایستد؟ و آیا همین نوع آزاداندیشی نیست که در غزل فارسی انعکاس یافته است؟ دکتر آجودانی می گوید: همین نکته که الان شما گفتید، مثلا اگر ما به تاریخ تصوف نگاهی دقیق تر بکنیم تو ایران، مثلا ابو سعید ابوالخیر، خب در دوره خودش او همین آزاد اندیشی ها رو در دنیای اندیشه خودش و در رفتار اجتماعی خودش نشون میده و ما گزارش های مستند امروز داریم از همون دوره ها که میبینیم اندیشه عرفانی در بخش مهمی از مملکت ما داره جا میگیره و به شکل عملی داره خودش رو در زندگی مردم نشون میده. حتی همین ابو سعید رو اگر نگاه بکنیم میبینیم او چه ارتباط عمیقی با شعر داره، با اینکه واقعا خودش شاعر نبود، شاید یک رباعی مثلا بهش منسوب باشه، اما او کسیه که بیش از هر شاعر دیگری در گفتار با مردم و در برخورد با مردم از شعر استفاده میکرد و عمدتا هم از شعرهای عاشقانه، یعنی مضامینی که اصلا جنبه های انسانی و عاشقانه داشت بهره میبرد در سخن گفتن و در گفتار خودش. و اونچه که امروز ازش باقی مونده ما میبینیم که او یه شعرشناس بزرگی هم بود. منظور من اینه که این تحولات نمیتونست بدون ارتباط با زندگی مردم باشه و به همین جد ما کمی جلوتر که میاییم شاید تعداد خانقاها در ایران از تعداد مساجد بیشتر باشه، بنابراین پس ارتباطی در درون جامعه وجود داره و به همین دلیل تردید ندارم که نکته‌ای که شما میگید به عنوان یک واقعیت همیشه باید مورد نظر قرار بگیره. نمیتونه کسی از پیش خودش ناگهان بیاد و سنت شعر فارسی رو عوض بکنه و بگه من از امروز شعر عرفانی میگم. قطعا باید این تحولات در جامعه رخ داده باشه. تحول غزل از تغزل آزاد قصیده به غزل مستقل عاشقانه و غزل عاشقانه به غزل عاشقانه عارفانه چنان که شنیدیم زمینه اجتماعی داشت و وقتی که ضرورت تغییر پیش میآید ناگزیر چه در ماهیت مضامین و چه در قالب یا شکل شعر سنت شکنی صورت می گیرد. همیشه نوآوران سنت شکنانند. دکتر اسماعیل خویی درباره تحول و سنت شکنی در غزل می گوید: در هر دورانی از تاریخ تکامل شعر که نگاه کنید ما دو دوره رو می تونیم از هم دیگه تفکیک کنیم. نخستین دوره دوره نوآوری است و شکستن سنت های پیشین و عرضه کردن یا پیشنهاد کردن سنت های تازه. در دومین دوره از هر دوران است که این نوآوری ها شکل سنت به خودش میگیره، یعنی جا میفته، به بار مینشینه و معنا پیدا میکنه. حافظ و سعدی دو میوه بسیار شیرین و بی همتای دورانی هستند که نخستین دورش سنت شکنی هایی رو در بر داره از نوع سنت شکنی های رودکی و مولوی در غزل. آن بزرگان سنت قصیده رو میشکنند، چیزی به جاش میگذارند به نام غزل، خودشون بیشترین زیبایی ها رو در حد خودشون در روال تازه میآفرینند، اما این نوآوری که قرار است بعداً به سنت بعدی غزل بشه انبوهی امکانات ناشکفته رو در خودش داره که شاعران در دوره دوم از این دوران این ناشکفته ها رو شکوفان می کنند. حافظ و سعدی در اوج دوران شکوفایی غزل فارسی قرار دارند. با این سخن دکتر اسماعیل خویی درباره کیفیت تحول، سنت شکنی و نوآوری در غزل، چهارمین برنامه از رشته برنامه‌های هزار سال غزل فارسی را به پایان می‌آوریم. در برنامه بعدی درباره تحول مضمونی در غزل باز هم صحبت خواهیم کرد. اکنون غزلی از حافظ را با آهنگی ساخته کاظم عالمی، با صدای شهلا سرشار، کمانچه مرتضی ورزی، سنتور اسماعیل تهرانی، تنبک رضا ترشیزی و تار کاظم عالمی می‌شنویم. خدا نگهدار.
شراب ارغوانی را گلابندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در می